پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم در نقاط مختلف جهان از جمله کشور افغانستان همواره مورد هدف سنی های تون داعش و طالبان قرار داشتند این موضوع هیچگاه در طول تاریخ متوقف نشده و تنها در بره های زمانی مختلف به دلایلی کمتر یا بیشتر شده و اکنون با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان شاهد افزایش جنایت های سنی های تون رو علیه شیعیان هزاره در این کشور هستیم همکارم علی اکبری گزارش می دهد سفارت های آمریکا و بریتانیا در کابل گفتند که هزارهای افغانستان همواره هدف قتل های هدفمند سنی های تندرو داعش و طالبان قرار داشتند. این دو سفارت روز سهشنبه در بیانیه‌ای مشترک به قتل بیش از چهل غیر نظامی در ولسوالی مالستان در ایالت غزنی اشاره کرده و گفتند که اگر این کشتار تایید شود از جمله جرائم جنگی است و موارد نقض حقوق بشر باید مورد بررسی قرار گیرد. این دو سفارتخانه همچنین در بیانیه خود خواستار آتش بس میان های درگیر در افغانستان شدند. این دو کشور پیشتر نیز در بیانیه مشترک اعلام کرده بودند که طالبان در قندهار ده ها غیر نظامی را طی یک سلسله قتل‌های انتقام جویانه قتل عام کردند. این نو قتل‌ها از جمله جرایم جنگی محسوب شده و باید مورد بررسی قرار گرفته و آن عده جنگجویان و فرماندهان طالبان که مرتکب چنین جنایاتی شدند باید جوابگو باشند این دو سفارت همچنین اعلام کردند که رهبران طالبان نیز باید در برابر جنایاتی که جنگجویان آنها انجام میدهند مسئول قرار داده شوند این دو کشور خطاب به طالبان گفتند اگر شما اکنون نمیتوانید جنگجویانتان را کنترل کنید شما هیچ نو جایگاهی در دولت آینده نخواهید داشت